چهره و توهم عزت نفس از کتاب روانشناسی عزت نفس نوشته ناتانیل برنده. عزت نفس چگونه است؟ چه شکلی دارد؟ عزت نفس در ما و دیگران به اشکال خاصی ظاهر می شود. البته تضمینی در این مورد وجود ندارد، اما وقتی حضور عزت نفس وجود داشته باشد، صورت خارجی پیدا کردن عزت نفس مسلم می نماید. عزت نفس را می توان در حالت چهره، رفتار و از صحبت و حرکت اشخاص مشاهده کرد. در تمجید شدن و تعریف کردن، در ابراز محبت، در احساس امتنان و تشکر و نظایر آن دیده می شود. برخورد باز و گشوده با انتقادها، راحتی در تصدیق اشتباهات، نمونه های از این تجلی عزت نفس است. زیرا عزت نفس با کامل و 100% بی عیب و نقص بودن بی ارتباط است. چهره دیگر عزت نفس این است که کلام و حرکات شخصی از کیفیت راحت و خود به خود برخوردار است. به عبارت دیگر، طرز کلام و حرکات شخصی نشان می‌دهد که او در جنگ با خیشتن نیست. هماهنگی میان آنچه شخص می‌گوید و آنچه می‌دهد و طرز نگاه، صحبت و حرکاتش تجلی عزت نفس است. راحتی در پذیرا شدن نقطه، نظرهای جدید، تجربیات تازه و نشان دادن کنجکاوی در این امور نشانه وجود عزت نفس است. کسی که از عزت نفس مناسب برخوردار است، هرگز اجازه نمی‌دهد که احساس استراب یا نبود احساس امنیت خاطر او را کلافه کند. زیرا پذیرفتن استراب و مدیریت آن به نظر آنقدرها دشوار نمی‌رسد. کسی که عزت نفس دارد می تواند از جنبه های لطیف و خوشایند خود و دیگران استفاده نماید. کسی که عزت نفس دارد در برابر موقعیت ها و چالش های مختلف زندگی انعطاف نشان می دهد. زیرا به ذهن خود اطمینان دارد و زندگی را شکست تلقی نمی کند. کسی که عزت نفس دارد در برخورد با دیگران از قدرت ابراز وجود برخوردار است. کسی که عزت نفس دارد در شرایط استرس و فشارهای روانی از خود مقاومت و پایداری نشان می‌دهد. عزت نفس در اشخاصی که از این ویژگی‌ها برخوردارند در حالت چشمانشان، در نشاط چهره و زنده دلیشان به چشم می‌خورد. کسی که عزت نفس دارد در احساسی از آرامش به سر می‌برد. پوست بدنش شاداب است. حالت قرار گرفتن چانه اش با سایر بخش‌های بدنش در هماهنگی است. آروارهای شل و آزاد و رها دارد. اشخاصی که از عزت نفس قوی برخوردارند، شانه‌های نرم و راحت با این حال قائم، دست‌هایی در حالت آرامش و قامتی راست و متعادل دارند و موقع راه رفتن به نظر مصمم و هدفمند می‌رسند. در آرامش بودن و داشتن آرامیدگی بدین معناست که از خود پنهان نمی شویم و با خود در جنگ و ستیز نیستیم. عزت نفس در عمل. در شروع این کتاب توضیح دادم که عزت نفس سالم با خردگرایی، واقع‌گرایی، شهودی بودن، خلاقیت، استقلال، انعطاف‌پذیری، توانایی، روبرو شدن با تغییر، تمایل به اذعان اشتباه، نوع دوستی و علاقه به تعاون و همکاری در ارتباط نزدیک است. اگر معنای عزت نفس را به درستی درک کنیم، منطق این همبستگی کامل مشخص می شود. خردگرایی. اشخاص دارای عزت نفس زیاد خردگرا هستند. واقع بینی. واقع بینی به معنای احترام گذاشتن به واقعیت هاست. کسی که نتواند میان واقعی و غیر واقعی تفاوت بگذارد، نمی تواند با چالش های زندگی برخورده سازندهی داشته باشد. صاحبان عزت نفس جملگی واقع بین هستند. شهودی بودن. اغلب اتفاق می افتد که تعداد متغیرهایی که باید مد نظر قرار بگیرد و پردازش شوند به قدری زیاد است که ذهن هوشیار توان رسیدگی به آنها را ندارد. اینجاست که برخورد شهودی با موضوع پیش می آید. تنها در این شرایط است که ذهن می تواند درباره موضوع مورد نظر تصمیم بگیرد. بسیاری از مقامات بلندپایه سازمان‌های تجاری و مؤسسات اقتصادی این گونه به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای رسیدند. خلاقیت. خلاق‌ها در مقایسه با سایرین بیشتر به علامت‌ها و اشارات درونی خود بها می‌دهند و به جای پرداختن به آراء نظرات دیگران به ذهنیات خود توجه دارند.
خلاق‌ها خود کفاتر هستند، ممکن است از دیگران مطالبی بیاموزند و از آنها الهام بگیرند، اما در مقایسه با متوسط سایرین به افکار و فراست‌های خود توجه دارند. اشخاص با عزت نفس زیاد از نیروی خلاقه خود استفاده می‌کنند، اما کسانی که عزت نفس اندکی دارند به فراورده‌های ذهن خود توجه کافی نمی‌کنند. استقلال. داشتن استقلال رأی هم نشانه ای عزت نفس سالم و ناشی از آن است. قبول مسئولیت در قبال خود نیز نشانه ای عزت نفس سالم است. کسی که برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی و برای دستیابی به اهداف خود مسئولیت پذیر باشد، دارای عزت نفس سالم است. ذهنی که به خود اعتماد کند، سبکبال و با نشاط است. انعطاف پذیری. داشتن انعطاف کافی بدین معناست که بتوانیم با تغییر در شرایط کار و زندگی به راحتی کنار بیاییم. چسبیدن به گذشته در شرایط تغییر اوضاع و شرایط نشانه نداشتن امنیت خاطر و اعتماد به خیشتن است. سختی و بی‌انعطافی چیزی است که گاهی حیوانات هراسیده به نمایش می‌گذارند. به عبارت دیگر سر جای خود خشک و منجمد می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها نیز در معرض رقابت رقبای قدرتمند گرفتار عدم انعطاف می‌شوند. هرگز نمی‌پرسند از رقبایمان چه نکته‌ای می‌آموزیم. به جای آن همچنان پایبند شیوه‌های گذشته خود باقی می‌مانند. سختی و بی‌انعطافی اغلب از آن روز که ذهن به خود اطمینان نمی‌کند تا با شرایط ناآشنای جدید روبرو گردد. اما برعکس، انعطاف‌پذیری نشانه عزت نفس سالم است. توانایی روبرو شدن با تغییر. عزت نفس از تغییر حراسی به دل راه نمی دهد. دلایلش را در پاراگراف قبل توضیح دادم. عزت نفس با واقعیت ها سر و کار دارد، اما تردید و دودلی با آن سر ستیز دارد. عزت نفس زمان واکنش را سرعت می بخشد، اما تردید و دودلی از آن می کاهد. به همین دلیل است که در روزگار به سرعت در حال تحول و تغییر ما، سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و تجاری به آموزش عزت نفس به همکارانشان توجه فراوان نشان می‌دهند. مدارس و دانشگاه‌ها هم به دانشجویان آموزش عزت نفس می‌دهند تا بتوانند در شرایط دنیای امروز دوام بیاورند. تمایل به اذعان و اصلاح اشتباهات. یکی از ویژگی‌های عزت نفس سالم توجه به حقایق و واقعیت هاست. واقعیت ها در مقایسه با باورها از اولویت بالاتری برخوردارند. حقیقت از درست و راست گفتن موجه تر است. اگر اعتماد به خود با احترام به حقیقت رابطه داشته باشد، در این صورت اصلاح کردن یک اشتباه بر وانمود به اشتباه نکردن مقدم می شود. کسی که از عزت نفس سالم برخوردار است، هرگز از اینکه بگوید اشتباه کردم ابایی ندارد. انکار و رفتار تداوعی نشانه های نداشتن احساس امنیت خاطر، احساس گناه، احساس بیکفایتی و احساس شرم و خجالت هستند. کسی که عزت نفس ندارد، قبول هر اشتباه را به حساب تحقیر شدن خود می‌گذارد. نودوستی و تعاون. دانشجویانی که درباره رشد کودک مطالعه می کنند خوب می دانند که اگر به کودک احترام گذاشته شود، او احترام را به دل می ریزد، درون سازی می کند و بعد متقابلا به دیگران مهر می ورزد و به آنها احترام می گذارد. برعکس، اگر با کودک بدرفتاری شود، او نیز متقابلا با دیگران بدرفتاری می کند. اگر من دارای احساس امنیت خاطر باشم، اگر حق خودم را بدانم که وقتی میخواهم جواب آری بدهم از لفظ آری و اگر میخواهم جواب منفی بدهم از لفظ نه استفاده کنم، نودوستی و خیرخواهی نتیجه ای است که به دست میآورم. نیازی به ترسیدن از دیگران نیست. اگر زیستن را حق خودم بدانم، اگر اطمینان کنم که به خودم تعلق دارم و از اعتماد به نفس دیگران حراسی به دل راه ندم، در این صورت همکاری با آنها برای دستیابی به هدفهای مشترک خود و در روابط عاشقانه من خود به خود ایجاد می شود و دیگر در روابط عاشقانه‌ام هیچ مشکلی نخواهم داشت. چون من با اعتماد به نفس خود به طرف مقابلم هم نشان دادهم که می توانم برای او همچون کوهی باشم و او هم می تواند به من اعتماد کند و به من تکیه کند و من پشتبان بزرگی برای او باشم.
شخصی با این خصوصیات به روشنی میتواند بسیاری از نیازهای خود و روابط عاشقانه اش را برطرف کند و هرگز تحت تأثیر تردید و هراس فلج نمیشود. و این اعتماد به نفس به او کمک میکند تا طرف مقابل او هم به او اعتماد بیشتری داشته باشد، چون این مسئله را در رفتار و شخصیت طرف مقابل خود هم میبیند. همدردی، همدلی در اشخاصی که از سلامت عزت نفس برخوردارند به وفور دیده می شود و روابط عاشقانه تر و گرمتری با شریک زندگی خود دارند. عزت نفس یک نوع حس و حال خوب در روابط عاشقانه و زندگی شما و رابطه بین دو نفر ایجاد می کند. توهم عزت نفس. وقتی عزت نفس کم است، اغلب تحت تأثیر هراس قرار می گیریم. ترس از واقعیت که در برخورد با آن را نابسنده و کم کفایت احساس می کنیم. ترس از حقایق درباره خودمان یا دیگران که آن را انکار و یا در خود سرکوب کرده ایم. ترس از فرولیسی، وانمودها و تظاهرها. ترس از افشا شدن، ترس از تحقیر شدن ناشی از شکست و ناکامی و گاه مسئولیت ناشی از موفقیت ما، بیش از آن که از شادی و خوشبختی برخوردار شویم، فرصتمان را صرف اجتناب از درد و تعلم می کنیم. اگر احساس کنیم که جنبه های مهم حقیقتی که باید با آن روبرو شویم از درک و فهم ما فاصله دارد، اگر با احساسی از درماندگی با مسائل مهمتر و کلیدی زندگی مواجه شویم، اگر احساس کنیم که جرأت اندیشیدن به برخی از جنبه‌های زندگی را نداریم، اینها و بسیاری از هراس‌های دیگر روی توانمندی آگاهی من اثر می‌گذارند و در نتیجه مسئله اولیه از آنچه هست وخیم‌تر می‌شود. اگر بخواهیم با مسائل اولیه زندگی با تلقی من کیستم که بدانم، من کیستم که قضاوت کنم، من کیستم که اصلا تصمیم بگیرم برخورد کنیم، از همان شروع در مقام بی‌بها کردن خود اقدام می‌کنیم. ذهن برای آنچه آن را غیر ممکن یا نامطلوب بداند تلاش نمی‌کند. نمی‌گوییم که میزان عزت نفس ما اندیشه‌مان را تعیین می‌کند. موضوع به همین سادگی نیست. عزت نفس روی انگیزه‌های احساسی ما اثر می‌گذارد و احساسات ما می‌توانند اندیشه را تشویق و یا دلسرد کنند. ما را به جانب واقعیت‌ها و حقایق سوق دهند یا از آنها دور کنند. می‌توانند ما را به جانب احساس توانمندی سوق دهند یا از آن دور کنند. به همین دلیل است که می‌گوییم قدم‌های نخست ایجاد عزت نفس با دشواری برداشته می‌شوند. به عبارت دیگر تحت تأثیر مقاومت احساسی سطح آگاهی بر دشواری افزایش می‌یابد. باید با این باور که میگوید منافع ما ناآگاهانه بهتر تأمین میشود برخورد کنیم. آنچه اغلب سبب دشواری میشود این احساس ماست که میگوید تنها با ناآگاهی و بیخبری است که زندگی قابل تحمل میشود. تا زمانی که نتوانیم با این نقطه نظر برخورد کنیم، عزت نفسمان افزایش نمییابد. این خطر وجود دارد که ما زندانیان تصویر ذهنی منفی خود شویم. به تصویر ذهنی منفی خود اجازه دهیم که اعمال ما را دیکته کنند، خود را ضعیف و حقیر تعریف کنیم و بعد عملکردمان درستی این تعریف را اثبات می‌کند. در حالی که می‌توانیم برخلاف تصویر ذهنی منفی خود اقدام کنیم و آن را به مبارزه بطلبیم و بسیاری نیز این کار را می‌کنند، تسلیم می‌شویم و کاری صورت نمی‌دهیم، خود را مقهور شرایط از پیش تعیین شده روانی تلقی می‌کنیم. به خود میگوییم که فاقد قدرت هستیم و اینگونه پاداش میگیریم، زیرا مجبور نمیشویم تن به خطر بدهیم و علیه حالت انفعال خود اقدام کنیم. لازم است که به رغم مقاومت احساسی میزان آگاهی خود را نیز افزایش دهیم. عزت نفس اندک نه تنها اندیشه را متوقف میکند و موانعی بر سر راه آن قرار میدهد، بلکه آن را مخدوش میسازد. اگر از اشتهار بدی با خود برخوردار باشیم و بخواهیم انگیزه رفتاری را شناسایی کنیم، طوری واکنش نشان می دهیم که ذهنمان واقعیت‌ها را نمی بیند و یا تحت تأثیر احساس گناه و احساس بی‌ارزش بودن کردن نمی توانیم منطقی ترین توضیح برای رفتارمان را پیدا کنیم.
در این شرایط تنها خود را محکوم و تحقیر می کنیم و یا اگر خود را در معرض اتهامات دیگران ببینیم ممکن است احساس کنیم که سلاحی برای مبارزه در اختیار نداریم. در نتیجه تهمت و اتهام را می پذیریم. تحت تأثیر احساس چگونه می توانیم تصمیم بگیریم قرار می گیریم. مبنا و اساس عزت نفس کم به جای اطمینان هراس است. به جای آنکه زندگی بکنیم از وحشت زندگی می گریزیم. به جای خلاقیت ایمنی را برمی گزینیم. می خواهیم از ارزش های اخلاقی فرار کنیم. می خواهیم مورد عفو قرار بگیریم. پذیرفته شویم و به شکلی از ما مراقبت کنند. اگر عزت نفس اندک از ناشناخته ها و ناآشناها می هراسد، عزت نفس زیاد مترصد مرزهای تازه است. اگر عزت نفس اندک از چالش ها اجتناب می کند، عزت نفس زیاد محتاج و علاقمند آنهاست. عزت نفس کاذب. گاه اشخاص را می بینیم که از موفقیت فراوان و در سطح جهان برخوردارند اما فاقد عزت نفس هستند. به کسانی برمیخوریم که از شهرت و اعتبار فراوان برخوردارند و با این حال عمیقا ناراضی، مشوش یا افسرده هستند. ممکن است در ظاهر باوری از خود توانمندی و حرمت نفس را به نمایش بگذارند. ممکن است ظاهرا با عزت نفس به نظر برسند اما در واقع این گونه نباشند. چگونه میتوانیم این اشخاص را درک کنیم؟ قبلا خاطر نشان کردیم که اگر به واقع نتوانیم به عزت نفس برسیم نتیجهش استراب، نداشتن احساس امنیت خاطر و تردید و دودلی است. شرایطی دردناک است و چون اینطور است اغلب از آن تفره می رویم. می خواهیم هراس‌های من را منکر شویم و ظاهر عزت نفس را که در واقع آن را نداریم به نمایش بگذاریم. این گونه عزت نفس کاذبی در خود ایجاد می کنیم. ممکن است تصویری از اعتماد و اطمینان را به نمایش بگذاریم که همه را فریب دهد و با این حال از درون تحت احساس بیکفایتی و نابسندگی به خود بلرزیم. عزت نفس کاذب توهم‌بار خودتوانمندی و حرمت نفس را که در اصل وجود خارجی ندارد به نمایش می‌گذاریم. عزت نفس کاذب وسیله‌ای غیر منطقی به منظور کاستن از استراب و نداشتن احساس امنیت خاطر است. می خواهیم جای عزت نفس واقعی را بگیرد اما این اتفاق نمی افتد. بسیاری از اشخاص خواهان عزت نفس از راه‌هایی هستند که مؤثر واقع نمی شود. به جای آنکه عزت نفس را از طریق آگاهی، مسئولیت و انسجام و حمیت دنبال کنیم، ممکن است بخواهیم با روش‌های کسب شهرت، کسب ثروت یا بهره برداری‌های جنسی به این مهم برسیم. توجه داشته باشید که خود فریب دادن را پایانی نیست. عزت نفس تجربه‌ای صمیمانه است که در عمق وجود اشخاص وجود دارد. عزت نفس آن چیزی است که درباره خود می‌اندیشیم و احساس می‌کنیم. چیزی نیست که دیگران در مورد آن برای ما تصمیم بگیرند. در این زمینه هر اندازه تأکید کنیم زیاد نیست. ممکن است افراد خانواده، همسر و دوستانم مرا دوست بدارند و با این حال من خودم را دوست نداشته باشم. ممکن است همکارانم در مقام تحسین من حرف بزنند و با این حال من خودم را موجودی بی ارزش قلمداد کنم. می توانم قیافه مبدل بگیرم، همه را فریب بدم و با این حال از درون بلرزم و خود را بی کفایت و بی صلاحیت بدانم. ممکن است انتظارات دیگران را برآورده سازم و با این حال در حد انتظار خودم ظاهر نشوم. ممکن است ده‌ها مدال افتخار بگیرم و با این حال احساس کنم که به جایی نرسیدم. ممکن است میلیون‌ها نفر در مقام تحسین من حرف بزنند و با این حال خودم را بی ارزش بدانم. تشویق و تأیید دیگران نیست که به ما عزت نفس می‌دهد. آموزش و مال و منال و ازدواج، پدر شدن و یا مادر شدن و موفقیت‌های جنسی و یا عمل جراحی پلاستیک نیست که به کسی عزت نفس می‌دهد. ممکن است اینها در مواقعی به ما عزت نفس بهتری بدهند. ممکن است در مواردی بر راحتی ما بیفزایند. اما راحتی عزت نفس نیست. موجب کمال تأسف است که بسیاری از مردم برای رسیدن به عزت نفس به همه جا نظر می کنند جز به درون خیش و به همین دلیل در این جستجوی خود ناکام می مانند.
اگر عزت نفس این داوری در خود باشد که من مناسب و در خور زندگی هستم، اگر خود را شایسته و ارزشمند بدانم، اگر عزت نفس تجربه کردن باوری باشد که به خود اعتماد کنیم، کسی جز من نمیتواند این احساس را در خود ایجاد و آن را حفظ کند. متاسفانه بسیاری از اساتید و تعلیم دهندگان عزت نفس در عبادت خدایان کاذب دست کمی از بقیه ندارند. بیاد دارم به سخنرانی کسی گوش می دادم که برای مردم سمینار درباره عزت نفس می گذارد. می گفت یکی از راه های مهم رسیدن به عزت نفس دمخور شدن با کسانی است که به من بها می دهند. در لحظه ای از ذهنم گذشت چه بسیار اشخاص فاقد عزت نفسی را میشناسم که پیرامونشان پر است از کسانی که در مقام تشویق و تحسین دائم آن هستند. راستی عجیب است رسیدن به این باور که اگر کسانی که ما را تحسین میکنند با آنها رفت و آمد کنیم، عزت نفسمان افزایش پیدا میکند. منبع اصلی و مهم عزت نفس در درون ماست. مهم کاری است که ما میکنیم، نه اینکه دیگران چه میکنند. وقتی به عوامل بیرون از خود نگاه می‌کنیم و از آنها احساس عزت نفس می‌طلبیم، گرفتار تراژدی می‌شویم. مطمئناً بهتر است با کسانی که از عزت نفس بالا برخوردارند معاشرت کنیم. کسانی که دوست عزت نفس ما هستند از کسانی که دشمن عزت نفس ما هستند برای معاشرت ترجیح دارند. البته این را هم نمیگویم کسانی که از سلامت روانی برخوردارند تحت تأثیر رفتار دیگران قرار نمیگیرند. انسان موجودی اجتماعی است و مسلماً دیگران روی او تأثیر میگذارند. دیگران میتواند روی برداشت ما از خودمان تأثیر بگذارند، اما نفوذپذیری اشخاص هرگز به یک اندازه نیست. بعضی ها به راحتی تحت تأثیر قرار میگیرند، اما تأثیرپذیری جمع دیگری کمتر است. به همین دلیل است که مجدداً تأکید می‌کنم درجه و شدت استقلال اشخاص با هم تفاوت دارد. نوآورها و خلاق‌ها کسانی هستند که می‌توانند بیش از متوسط دیگران شرط تنهایی را بپذیرند. بعد از سالها کار با کسانی که به طرزی ناخشنود با عقاید دیگران مشغله دارند، به این نتیجه رسیدم که مؤثرترین راه رسیدن به آزادی بالا بردن سطح آگاهی است. هرچه شخص به منابع درونی خود مراجعه بیشتری کند، تأثیر عوامل بیرونی کمتر می شود و تعادل بهتری ایجاد می شود. همانطور که در کتاب توجه به نفس توضیح دادم، لازمه این کار این است که گوش دادن به بدن خود را بیاموزیم، توجه به احساسات خود را بیاموزیم، اندیشیدن برای خود را یاد بگیریم. در فصول بعدی در این زمینه به تفصیل بیشتری بحث کردیم. استقلال نقطه مقابل وابستگی، وابستگی آن هم بیش از اندازه به بازخوردهای دیگران و تأییدهای آنها، ایجاد یک نظام حمایتی محکم درونی است. منبع اطمینان در درون ماست. رسیدن به این موقعیت برای آنچه من آن را بلوغ انسانی می‌دانم ضرورت دارد. نوآورها و خلاق‌ها اشخاصی هستند که بیشتر از دیگران می‌توانند با تنها بودن کنار بیایند. به عبارت دیگر بهتر می توانند با نبود حمایت های محیطی بسازند. این اشخاص بیشتر به این علاقه دارند که پندارهای خود را پی بگیرند. فضاهای ناشناخته آنها را وحشت زده نمی کنند و یا دست کم به اندازه سایرین به وحشت نمی اندازند. این علت مهم قدرت آنهاست. هنرمندان، دانشمندان، نوآوران، مبتکران و صنعتگران بزرگ جملگی از این ویژگی برخوردارند و همین نشانه عزت نفس است. اینکه شما در روابط عاشقانه تان از عزت نفس خود استفاده کنید و به شخص مقابل این حس را بدهید که من انسان با عزت نفسی هستم و به خودم و به تو اعتقاد دارم. و این مشخصه انسان‌های بزرگ است، یعنی عزت نفس زیاد و در کنار آن موفقیت در تمامی کارها. منابع درونی عزت نفس از کتاب روانشناسی عزت نفس نوشته ناتانیل براندن. توجه به عمل. کارمان را نه با محیط که با فرد شروع می‌کنیم.
کاری به این نداریم که دیگران چه میخواهند بکنند. برای ما مهم این است که فرد چه میخواهد بکنه. این مستلزم توضیح است. شاید به نظر منطقی تر برسد ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه محیط خانواده به طور مثبت یا منفی روی نفس کودک اثر می‌گذارد. عوامل احتمالی بیولوژیایی به کنار، به نظر می‌رسد از اینجاست که داستان شروع می‌شود. اما نه برای مقصود ما. ما کارمان را با طرح این سوال شروع می‌کنیم که شخص برای ایجاد و حفظ عزت نفس چه باید بکند؟ چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ من و شما به عنوان اشخاص بالغ چه مسئولیتی داریم؟ برای دادن پاسخ به سوالات معیارهایی داریم که آن را نیز به صورت سوال مطرح می‌کنیم. اگر قرار باشد که کودک از عزت نفس برخوردار باشد چه باید بیاموزد؟ راه رشد مطلوب کودک کدام است؟ و بالاخره به این پرسش می رسید که پدر و مادر و آموزگاران چه باید بکنند و در مقام حمایت از کودکان چه اقدامی انجام دهند. مادام که ندانیم فرد برای رسیدن به عزت نفس و حفظ آن چه اقداماتی باید انجام دهد و تا ندانیم که بلوغ سالم از کدام ویژگی های روانی برخوردار است و معیاری که به وسیله آن تجربه های مطلوب و نامطلوب کودکی را بسنجیم در اختیار نداریم. برای مثال می دانیم که ذهن ما ابزار اولیه ما برای بقا و برای سازگار شدن و تطبیق دادن خود با شرایط است. زندگی کودک در شرایط وابستگی کامل شروع می شود. اما زندگی و رفاه و حال خوش او در رسیدن به ساده ترین ضروریات تا پیچیده ترین ارزش‌ها با توانایی او در فکر کردن رابطه دارد. در نتیجه متوجه می شویم که باید به تجربیاتی در دوران کودکی که فکر کردن اطمینان به خود و استقلال را تشویق و ترغیب می کند بها بدهیم. می‌بینیم در خانواده‌هایی که واقعیت‌ها اغلب انکار می‌شوند و آگاهی اغلب مجازات می‌گردد، موانع مخربی در برابر عزت نفس قرار می‌گیرد. دنیایی از کابوس ایجاد می‌شود که در آن ممکن است کودک باور کند و به این نتیجه برسد که فکر کردن نه تنها بیهوده است بلکه خطرناک است. اما ببینیم که چرا برای بررسی ریشه های عزت نفس به اقدامات ذهنی یا فیزیکی بها می دهیم. جواب این است که برای دستیابی به هر چیز ارزشمند در زندگی و حفظ آن باید اقدامی صورت دهیم. آیان راند زندگی را فرایندی از اقدامات تعریف می کند. اندام ها و نظامات موجود در بدن ما با توسل به اقدامات پیوسته حالت وجودی ما را امکان پذیر می سازند. با توسل به عمل و اقدام است که می توانیم ارزش های خود را پی بگیریم. همانطور که در کتاب روانشناسی عزت نفس توضیح دادم، طبیعت هم زمانی پر ارزش است که با اقدامی همراه باشد و این در مورد ارزش عزت نفس هم صدق می کند. تعیین کننده میزان عزت نفس کاری است که شخص صورت می‌دهد. اگر کودک در یک محیط خانوادگی خوب تربیت شود، احتمالش بیشتر است که او اقداماتی را بیاموزد که از عزت نفس او حمایت کند. هرچند تضمینی در این مورد وجود ندارد. اگر کودک در معرض آموزگاران مناسب قرار گیرد، احتمال اینکه او رفتارهای حامی عزت نفس را بیاموزد افزایش می‌یابد. اگر شخصی در معرض یک روان درمانی موفق قرار گیرد، به طوری که هراس‌های غیر منطقی و موانع بر سر راه عملکرد موفق او قرار بگیرند و کنار بروند، امکان اقدام کردن او به شکلی که عزت نفسش افزایش یابد بیشتر می شود. اما این اقدامات شخصی و شخص است که دارای بیشترین اهمیت است. تعیین کننده میزان عزت نفس اقدامی است که شخص در مضمون ارزش ها و دانش خود انجام می دهد و از آنجایی که اقدام در دنیا بازتاب اقدام در محدوده ذهن شخص است، فراینده های شخصی هستند که تعیین کننده می باشند.
خواهیم دید که شش رکن عزت نفس، یعنی اقداماتی که برای سلامت ذهن و عملکرد موفق شخص ضرورت دارند، جملگی عملیات آگاهی هستند. همه آنها مستلزم انتخاب هستند، انتخاب هایی که در هر ساعت از عمر خود با آنها روبرو هستیم. اراده و محدودیت های آن. اراده به معنای آن نیست که بتوانیم هر کاری که بخواهیم بکنیم. اراده و اختیار نیروی قدرتمندی در زندگی ماست، اما تنها نیروی موجود نیست. نه برای جوانها و نه برای بالغها آزادی مطلق و نامحدود نیست. عوامل متعددی وجود دارند که کار آگاهی را سخت‌تر یا ساده‌تر می کنند. بعضی از این عوامل ژنتیک و بیولوژیایی هستند. بعضی ها در کار تمرکز و اندیشه قوی تر از دیگران هستند که می توانند با جنبه های قبل از تجربه زندگی در رابطه باشند. می توان گفت که اشخاص هر کدام با تفاوت های ذاتی از یکدیگر متولد می شوند. این ویژگی های ذاتی می تواند حصول به عزت نفس را ساده تر یا دشوارتر کند. از آن گذشته توانایی های اشخاص در برخورد با اضطراب و افسردگی هم متفاوت است. اینها نیز روی عزت نفس اشخاص تأثیر می گذارند. بعد به عوامل رشدی می رسیم. محیط نیز می تواند ابراز آگاهی را تشویق کند یا موانعی بر سر آن قرار دهد. بسیاری از اشخاص در سالهای نخست زندگی خود و قبل از اینکه نفس آنها شکل بگیرد آسیب‌های متعددی می‌بینند و در نتیجه رسیدن به عزت نفس در سالهای بعدی زندگی آنها به دشواری تحقق می‌یابد، مگر آنکه شخص مورد روان درمانی شدید و همه جانبه قرار گیرد. نقش پدر و مادر و محدودیت‌های آن. با توجه به بررسی های صورت گرفته، یکی از بهترین راه های داشتن عزت نفس خوب داشتن والدینی است که از عزت نفس خوب برخوردار باشند و بتوانند از این حیث الگوی فرزندانشان قرار بگیرند. افسوده بر این، اگر والدینی داشته باشیم که هنگام بزرگ کردن ما به ما مهر بورزند و احترام بگذارند و به ما امکان بدهند که احساس پذیرا بودن بکنیم، اگر پدر و مادری داشته باشیم که ما را به قواعد و مقررات منطقی آشنا کنند و به ما بیاموزند که توقعات منطقی داشته باشیم، اگر پدر و مادرمان در دوران کودکی ما را مسخره و تحقیر نکنند و با ما بدرفتاری جسمانی ننمایند، اگر عملان نشان دهند که به داشتن صلاحیت و خوب بودن ما اعتقاد دارند، با فرصت مطلوبی روبرو می شویم تا نگرش های آنها را درون ریزی کنیم و در نتیجه پایه و اساس رسیدن به عزت نفس مطلوب را پیریزی نماییم. با این حال در هیچ بررسی تا کنون ثابت نشده که این حتما اتفاق می‌افتد. بررسی کوپر اسمیت هم به روشنی همین مطلب را ثابت کرده است. به عبارت دیگر به اشخاصی برمی‌خوریم که از همه این امکانات برخوردار بودند و با این حال عزت نفس خوبی نداشتند. به کسانی برمی‌خوریم که در دوران کودکی از نعمت داشتن پدر و مادر خوب برخوردار بودند و با این حال به بالغ‌های فایده احساس امنیت خاطر و مردد تبدیل شدند. از سوی دیگر به اشخاصی برمی‌خوریم که در دوران کودکی در شرایط دشوار بودند و آن را پشت سر گذاشتند و با این حال در مدرسه خوب ظاهر شدند. روابطی رضایت بخش داشتند، احساسی از خود ارزشمندی داشتند و در دوران بلوغ و بزرگی عزت نفس خوبی را به نمایش گذاشتند. به نظر می رسد این اشخاص توانستند در کودکی شرایط محیطی را در خدمت خود بگیرند. آنها در جایی که دیگران صرفاً بیابان می بینند به آب می رسند. با این حال با اطمینان می توان گفت اگر در محیط انسانی سالمی که در آن به حقایق احترام گذاشته شود و رفتار اشخاص از همخوانی برخوردار باشد زندگی کنیم، به راحتی بیشتری می توانیم موفق و مولد باشیم. و حال آنکه اگر در شرایطی زندگی کنیم که در آن نشانه های مرتبط تغییر بکنند، هیچ خبری به نظر حقیقی نرسد، حقایق انکار شوند و آگاهی سرکوب گردد، از این مهم باز می‌مانیم.
خانواده هایی که چنین محیط های مخربی را به وجود می آورند به بدکار کردی مشهورند و همونطور که خانواده بدکار کردی داریم، مدارس و سازمان های بدکار کردی نیز داریم. به همه اینها از آن جهت بدکار کردی می گویند، زیرا بر سر اقدام مناسب و درست ذهن موانعی ایجاد می کنند. موانع درونی در محدوده روان شخص نیز ممکن است موانعی بر سر راه اندیشیدن وجود داشته باشد. دفاع‌ها و موانع موجود در زمینه نیمه هوشیار می تواند ما را از اندیشیدن باز بدارد. آگاهی یک پیوستار است و در سطوح مختلفی وجود دارد. یک مسئله فیصله نیافته در یک سطح می تواند روی عملیات در سایر شرایط و سطوح تأثیر بگذارد. برای مثال اگر من احساساتم را به روی پدر و مادرم ببندم، اگر اندیشیدن درباره آنها را سرکوب یا انکار کنم و به جای آن به رابطه‌ای که قبلاً با رئیسم دارم فکر بکنم، احتمال اینکه با واقعیت‌ها قطع ارتباط کنم و تسلیم شوم زیاد میشه. آنچه مطمئناً می‌دانم در حالی که ممکن است از همه عوامل بیولوژیایی یا رشدی که روی عزت نفس اثر می‌گذارند اطلاع نداشته باشیم، درباره اقداماتی که می‌تواند بر میزان عزت نفس ما بیفزاید یا از آن بکاهد اطلاعاتی در اختیار داریم. می‌دانیم که تعهد صادقانه به درک کردن بر میزان اعتماد به خیشتن می‌افزاید و حال آنکه اجتناب از این کار اثر معکوس دارد. می دانیم اشخاصی که مراقب هستند و به فکر و اندیشه بها می دهند در مقایسه با کسانی که از این مهم بی بهرند احساس صلاحیت و شایستگی بیشتری می کنند. می دانیم که داشتن انسجام و حمیت احترام به خود را افزایش می دهند و حال آنکه ریاکاری این کار را نمی کنند. همه اینها را تلویحا می دانیم و با این حال شگفت انگیز است که درباره این مطالب تا این اندازه کم صحبت. حالا در سن بلوغ و بزرگی نمیتوانیم دوباره به دوران کودکی بازگردیم و به شکل دیگری رشد کنیم. نمیتوانیم دوران کودکی را از نو تکرار کنیم و این بار با پدر و مادر و دیگری بزرگ شویم. البته میتوانیم به اینکه تحت پوشش روان درمانی قرار بگیریم فکر کنیم. اما اگر از این هم بگذریم، ممکن است از خود سوال کنیم چگونه میتوانم بر عزت نفس خود بیفزایم؟ خواهیم دید که بدون توجه به تاریخچه زندگیمان، اگر طبیعت عزت نفس را درک کنیم و اگر به این توجه کنیم که عزت نفس با چه عواملی سر و کار دارد، اغلب ما می توانیم کار مهمی در این زمینه صورت دهیم. این علم و اطلاع به دو دلیل مهم است. نخست آنکه اگر بخواهیم روی عزت نفس خود کار کنیم، باید بدانیم چه اقداماتی می تواند بر میزان آن بیفزاید. دوم، اگر با دیگران کار میکنیم و میخواهیم بر عزت نفس آنها بیفزاییم، باید بدانیم چه اقداماتی میتوانند کار ما را در این خصوص تسهیل دهند. باید آنچه را توصیه میکنیم به نمایش بگذاریم. به عنوان یک توصیه به والدین، آموزگاران، روان درمانگرها و مدیرانی که میخواهند با خواندن این کتاب روشهایی برای افزایش عزت نفس در دیگران پیدا کنند، میگویم که از دیگران باید خودشان شروع کنند. اگر کسی نداند که دینامیسم عزت نفس در درون او چگونه کار می کند، اگر کسی با تجربه کردن مستقیم روی خودش نداند که چه عواملی سبب کاهش یا افزایش عزت نفس در او می شود، از اطلاع کافی و لازمی که برای درک موضوع به آن احتیاج دارد محروم می ماند و نمی تواند به دیگران در این زمینه کمک کند. درست نیست اگر تصور کنیم در حالی که نمیتوانیم بر عزت نفس خود بیفزاییم، میتوانیم بر عزت نفس دیگران اضافه کنیم. به عبارت دیگر، باید آنچه را موعظه میکنیم ابتدا در خودمان ایجاد کنیم. حکایتی است که مایلم برای دانشجویان روانشناسی شرح بدم. در هند، وقتی خانواده‌ای با مسئله‌ای روبرو میشود، به ندرت با روان درمانگرها صحبت میکنند. اصولا به زحمت می توانید در این کشور روان درمانگر پیدا کنید. به جای آن با پیر یا مرشد محل حرف می زنند. در یکی از روستاها مرد خردمندی بود که بارها به خانواده‌ای کمک کرده بود. یکی از روزها پدر و مادر این خانواده پسر 9 ساله‌شان را به نزد او بردند.
پدر گفت: استاد، پسر ما بچه بسیار خوبی است و ما او را خیلی دوست داریم، اما او با مسئله بدی روبروست. اشکال او خوردن شیرینی زیاد است که میترسیم دندانهایش را فاسد کنند. آیا شما میتوانید در این زمینه به ما کمک کنید؟ در میان حیرت پدر، مرد خردمند به او گفت: بروید و دو هفته دیگر به نزد من بیایید. رسم بر این نیست که کسی با مرشد بحث کند. از این رو به حرفش گوش دادن و دو هفته بعد مجددن به سر وقت او رفتن. مرشد گفت: بسیار خوب، حالا میتوانیم کاری بکنیم. پدر پرسید: میتوانم سوالی بکنم؟ چرا گفتید که برویم و دو هفته بعد بازگردیم؟ قبلا هرگز این گونه رفتار نکرده بودید. مرد خردمند در جواب او گفت: به دو هفته فرصت احتیاج داشتم. میدانید خود من در تمام مدت عمرم با خوردن قند و شیرینی مشکل داشتم. برای اینکه مشکل پسر شما را حل کنم، ابتدا باید مشکل خودم را حل میکردم. اما همه روان درمانگرها این داستان را دوست ندارند. تمرین تکمیل کردن جمله. در جریان کار کتاب توضیح دادم که چگونه با تکمیل کردن جملات میتوان به افزایش عزت نفس کمک کرد. تکمیل کردن جمله روشی است که در کار درمان و نیز در کار پژوهش میتوان از آن استفاده. شخصا از سال 1970 از این روش استفاده کردم و حالا می توانم در کار درمان و برای افزایش عزت نفس از آن استفاده کنم. طرز کار به این شکل است که به بیمار یا به مراجع جمله ناتمامی داده می شود. از او می خواهیم که جمله ناتمام را چندین بار تکرار کند و در هر نوبت جمله را با کلمه یا کلماتی تکمیل کند. بعد جمله ناتمام دیگری به او می دهیم و به همین شکل پیش می رویم. این تمرین را می توان به شکل شفاهی یا کتبی انجام داد. تمرین تکمیل کردن جمله در این زمینه که اشخاص برای افزایش یا کاهش عزت نفس خود چه می کنند کمک مؤثری می کنند. وقتی اشخاص مختلف در نقاط مختلف جهان با عبارات مشابهی جمله را تکمیل می کنند، حقایق مسلمی آشکار می شود. در فصلهایی که در ادامه مطلب می خوانید، مثالهای متعددی در این زمینه ارائه دادم. یکی به این دلیل که خواننده بتواند از برنامه 6 تمرین در زندگی روزانه خود استفاده کند. و دیگران که روانشناسان و روانپزشکان بتوانند نقطه نظرهای ارائه شده در این کتاب را تجربه کنند و به این نتیجه برسند که آیا من ارکان مهم عزت نفس را به خوبی درک کردم یا خیر. 6 تمرین. از آنجایی که عزت نفس یک نتیجه است و به عبارت دیگر حاصل اموری است که در درون و در ذهن انسان می‌گذرد، نمی‌توانیم مستقیما روی عزت نفس کار کنیم. نه روی عزت نفس خودمان و نه روی عزت نفس دیگران. باید به سراغ منبع برویم. اگر بدانیم که چه میتوانیم بکنیم و این منابع کدام هستند، میتوانیم ابتدا از خود شروع کنیم و بعد به سر وقت دیگران برویم. برای مثال، برای تشویق عزت نفس در مدارس و در کارگاه ها و ادارات لازم است فضایی ایجاد کنیم که تمرینات تقویت کننده عزت نفس را تشویق و ترغیب نمایی. حالا به این پرسش میرسیم که عزت نفس سالم به چه عواملی بستگی دارد؟ آن تمرینات مورد اشاره من کدام هستند؟ در این خصوص به 6 تمرین که به نظر میرسد مهمتر از همه هستند اشاره کردم. با توجه به کارهایی که روی دیگران به منظور افزایش باور خود توانمندی و حرمت نفس در آنها انجام دادم، دلایلی دارم که نکات مورد اشاره من حائز بیشترین اهمیت ها هستند. به موارد دیگری که تا این اندازه مهم باشند برنخوردم. به همین دلیل است که من اینها را 6 رکن عزت نفس نامیدم. به سادگی توضیح دادم که هر پیشرفتی در این زمینه به افزایش حرمت نفس کمک می‌کند. پس از درک این تمرینات به مرحله انتخاب می‌رسیم تا از آنها در زندگی روزانه خود استفاده نمایم و عزت نفس خود را از هر سطحی که هست بالاتر ببریم. نیازی به کامل شدن نداریم. کافی سطح عملکرد خود را افزایش دهیم تا باور خود توانمندی و حرمت نفس در ما افزایش یابد.
شخصا بارها تجربه کردم که اشخاص با کمی پیشرفت در این زمینه زندگی خود را متحول ساختند. من به مراجعانم توصیه می کنم که به اقدامات کوچک و جزئی بیشتری بها بدن. اقدامات بزرگ، مهیب و هول انگیز هستند و حال آنکه اقدامات ساده و جزئی به نظر عملی تر می رسند. شش رکن مهم عزت نفس به قرار زیره: 1. زندگی آگاهانه. 2. خودپذیری. 3. مسئولیت در قبال خود. 4. قاطعیت و ابراز وجود. 5. زندگی هدفمند. 6. انسجام و یکپارچگی. در 6 فصل بعدی به ترتیب در این باره بحث کردیم. خب دوستان، این بود بخشی از کتاب روانشناسی عزت نفس، بخش جالبی به اسم منابع درونی عزت نفس. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید و لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی یا انتقادی هست حتما توی کامنت ها برام بنویسید که چه کتابهایی رو دوست دارید براتون بخونیم. و خیلی خیلی سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.